پدرم به من گفته این مرد ایران رو ساخته. خدمت کن، اینا تو ذهن من بود. برای همین بود که برای اولین بار در دنیا من او رو معرفی کردم و میدونستم هم که این کارساز کارهای زیادی هم کرد برای ایرانی. از جمله بهتون میگم، یادتونه این اخیراً عقد آریایی رو بردن زیر فشار که عقد آریایی نکنید، عقد آریایی پلان راست. ما صحبت کردیم که این هم سبکه که 30 سال پیش ما مد کردیم، بودم این هم شرعی هم قانونی اینا، این رفته بود دنبال یه قضیه که یه قضیه چیز کنی که تقریبا خوابوندن الان صحبتش نیست. پیش از این ده ها کار دیگه قاسم کرده بود. از جمله میخوام به مجاهدین خلق یک نکته رو بگم، چون الان مجاهدین خلق همچی فقط کارشون نمونده که بزنن آقا دیگه هیچ کس تو مملکت هیچ کس به درد بخور نیست، ولی از اون طرف نمیدونن که بعضی از زدناشون خوب بخونین، چون من همه خبر اونا رو میخونم به نفع جنای روحانیه. همین مجاهدین خلق، خود مجاهدین از پایین تا بالا همه میدونن. اولا من اون مجاهدین همواره برام احترام قائل بودم، خود مسعود رجبی اینها، مقالاتی که من در روزنامه ارشاد می نوشتم به دستور مسعود رجبی در نشریه مجاهد چاپ میشد، آرشیوشون هم الان هست، میتونید برید ببینید. سیاوش اصلا شناخته شده است. در مشهدم که بودم کمک‌های فراوانی بهشون کردم. در هتلی که داشتم یک طبقه از هتلم رو در اختیار اینا گذاشته بودم و هرگزم رو رادیکال باشون رفتم، ولی اینا یه جوری که تو میگه بالای چشد ابروس اصلا میخواد سرویست کنه، اصلا میگه نباشی رو زمین. الان در مورد قاسم سلیمانی، اینا وقتی که اشرف رو تو عراق بودن، جمهوری اسلامی همین لاریجانی و خامنه ای و همینا که بودن، تصمیم گرفتن که اینا رو یک سر مثل صدام حسین بکشن نابود کنن. تصمیم گرفته شد. من اومدم اینجا تو یک گروهی که عضوم، یک کلابی عضوم، من کلاب های زیاد فرانسوی عضوم، یک کلابی که من نه که عضوم، عضو هیئت مدیره هم هستم، عضو هیئت مدیره فرانسویه، ژنرال و وزیر و اینا هم عضوشن. یه جلسه گذاشتم تو سنای فرانسه توسط این تشکیلات، گفتم آقا اینا پناهنده سیاسی هم، اگه همه اینا ما نباید اجازه بدیم کشته بشن. از این تو سنا شما نمیتونی همه رو فیلم بگیری چه بکنی بکنی اینا، ولی یک دقیقه شما دو چند دقیقه شما قبلا گفتم اونا مدلک باشه، اینی که از پشت سر میکروفون داشتی صحبت میکنه منم، اونا این کنجا نشستن همه وزیر و وکیل و رئیس پناهندگان سازمان پناهندگان فرانسه و نماینده حقوق بشر همشون اونجا دفاع کردم. گوش کنین اینو ببینین اول. اینجا میمیسیم 10 سال پیش، ولی این ولی 20 سال تقریبا پیش از اون موقعی که اینها رو میخواستن اونجا قتل عام بکنن. اینجا من تاکید کردم به این که مجاهدین خلق رو نباید بکشیم. بعد از این یه جلسه دیگه گذاشتیم که آقای دکتر صالح رجبی برادر مسعود رجبی، آقای هوشنگ رجبی برادر مسعود رجبی تشریف داشتن تو اون جلسه، 40-50 نفر بودیم. از ایرانیایی که هوادار جمهوری اسلامی هم بودن، من گفتم مشخصا خودم نگفتم، به سازمان اون تشکیلات گفتم اینا رو دعوت کن که اینا فکر کنن یه بار ساخته با خود چیز با مجاهدین شده، کلام حضور داشتن. از اونها 2-3 نفرشون یکیشون فوت کرده، 2 نفر دیگه تشریف دارن تو پاریس هم هستن، اینا هاش میتونن بیان شهادت بدن. جلسه که ما جلسه دومی گذاشتیم آقای صالح رجبی اومد و اینا، برحال یه جنرال بزرگ فرانسوی هم تو این قصی بود و اینا رو ما نجات دادیم. بعد به ما اینها اینو گفتن، گفتن تو ایران ما نمیتونیم وقتی تضمینی باشه، فقط یکی هم گفتن اون با من. اونجا قاسم سلیمانی بود که
قاسم سلیمانی رو مجاهدین خلق. شما که میشناسین دنیا، میشناسین ترامپ هم خوب، میشناسین آمریکا خوب، میشناسین امروز اتون رو جودم. قاسم سلیمانی که یک گروه چند صد نفره براش کشتنش کاری نداشت که. چهار تا خمپاره به شما زدم نور که قاسم نزد، میزدن. درگیری بود. پدر مادر اومده بودن اونجا اینا. قاسم سلیمانی که داعش نابود کرد، صدام حسین اعدام کرد. توی فلان فلان همید شما هم که خل اصلاح شده بودید، اصلاحی تو کم پرشتب دستتون نبود، مسلم که نبودید، نابودیتون کاری نداشت، فقط قاسم سلیمانی شما رو حفظ کرد. حالا هی بهش فوش بدید، حالا هی فکر اسمای علکی درست کنید، هی دروغ در بیارید، فوش بدید. دخترش آمریکاییه، کودک کشه، آقا اختلاسات فلان، آه یه بردر همونهایی که جناح راست جمهوری میخواد، جمهوری اسلامی میخواد که در انتخابات شرکت کنه و برنده بشه. حالا یک نکته دیگه که ببینید با هم اینه که ببینید، من 10 سال پیش تو همین برنامه فارسی زبون اینو به شما معرفی کردم کامل که کیه قاسم سلیمانی. لشکر سار الله رفتن و اونها با خونشون، با گذشتشون، با ایثارشون این گونه فداکاری کردن و این پیروزی. مهربان یاران، آقای قاسم سلیمانی که متولد 1336 شهریور ماه 1336 تازی هست، اهل کرمانه. خیلی جالبه بدونید که ایشون از بنایی، شغلش بنایی بود و پنجم ابتدایی رم خونده بود که از یکی از دهات کرمان، بافت کرمان، میاد به کرمان برای اینکه تأمین زندگیشو بکنه، چون پدرش بدهی بار آورده بود و به دولت بدهکار شده بود، مشکل داشت. این جوان میاد کرمان که در کرمان کار بکنه و به خانوادش کمک کنه. شغل اولیش بنایی است. بعد در رابطه با این بنایی وارد سازمان آب کرمان میشه پیش از انقلاب و در سازمان آب کرمان مشغول به کار میشه. در جبهه جنگ عکس منحصر به فردی است. کامیاب رو میگیره، میبره قزوین در تهران، از تهران اومد مشهد. وقتی اومد مشهد من یادمه رضا کامیاب یه جوری بچه رو معرفی میکرد به عنوان یک چریک درجه یک، مثل چگوانا نامه. اگر شما نام لشکر 41 سارالله رو شنیده باشید، یک لشکر بسیار بزرگی رو هم قاسم سلیمانی تشکیلش داد، رفت به جنگ ایران عراق و در جنگ ایران عراق مشارکت کرد، رابطش با خامنه‌ای تنگاتنگ شد، انجام داده بود. اون مانور کذایی رو در مرز افغانستان پس از اینکه زدن دیپلمات‌های ایرانی رو طالبان در افغانستان کشتن، اگه یادتون باشه اونجا یه مانور بزرگ نظامی ایران انجام داد، 200,000 نفر رو بسیج کرد، فرماندهش با قاسم سلیمانی بود. از اونجا که مانور داد قاسم سلیمانی چه کار کرد؟ رفت از طریق افغانستان مانور رو داد، ولی رفت از طریق تاجیکستان با حمایت احمدشاه مسعود و با حمایت سازمان سیای آمریکا و خود آمریکا و جورج بوش حمله به افغانستان رو سازماندهی کردن. آقای دیوید پتراوس، آقای دیوید پتراوس یکی از جنرال‌های برجسته دولت آمریکاست. ایشون از جنگ بوسنی فرمانده ناتو بوده تا جنگ عراق. آقای دیوید پتراوس که می‌بینینش امروز رئیس سازمان سیای آمریکاست. ایشون امروز رئیس سازمان سیای امریکاست و ایشون قاسم سلیمانی رو خیلی خوب میشناستش، چون اینجا از جنگ بوسنی تا جنگ افغانستان، عراق و لبنان با هم کار کردن و کارت سفید داره. تنها کسی است که امریکایی‌ها میگن، امریکایی‌ها میگن ما هرگاه خواستیم مذاکره کنیم با قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی تنها کسی است که باهاش میشینیم، هر چی بخوایم باهاش مطرح میکنیم، یا میگه آره یا میگه نه. ولی میگه تمامی دیپلمات های جمهوری اسلامی از رفسنجانی گرفته تا داریم مذاکره میکنیم، اینا هی میگن باید بعدن خبر بدیم، نمیتونیم چون بایستی برن تهران مشورت کنن با تلفنشون غیره. قاسم سلیمانی تنها کسی است که خامنه‌ای بهش کارت سفید داده. هر تصمیم خیلی جالبه که در رسانه های مختلف خارجی که من صحبت میکردم با یک رسانه قوی دیگه جهانی بود که صحبت کردم، العربیه، خانم نجوا قاسم با من صحبت کرد، اونجا هم در مورد قاسم برای اولین بار، خیلی الان میگن که از سال 2014 توی جنگ سوریه پولیه اینجا، نه از سال 2011 دقیقاً 11/11/2011 در سطح جهانی اونم برای دفاع از ایران، چون قرار شد به ایران اون موقع حمله کنن، قرار شد حمله کنن، مثل حمله کردن است رومیز بود که چیه گفته بودن ماه جون میخوایم حرکت حمله کنیم. ماه نوامبر من مصاحبه انجام دادم اونجا، برای نخستین بار گفتم که قاسم سلیمانی که و سپاه قدس کیه.